درودی دیگر به شما همراهان خوب کانال ورزش تیوب، امیدوارم حالتون خوب و لبتون خندون باشه. همه میدونیم که صعود تیم ملی ایران به جام جهانی قطر تقریبا قطعی شده و به قول عادل فردوسی پور حتی اگه هر چهار بازی باقی مونده رو هم ببازیم بازم به جام جهانی صعود میکنیم. ولی خیلی وقته که دیگه فقط به صعود به جام جهانی راضی نیستیم و این بار میخوایم هر طور شده از گروهمون صعود کنیم. به خاطر همین اسکوچیچ باید خیلی باهوش عمل کنه تا به سرنوشت کارلوس کیروش دچار نشه و توی جام جهانی اسیر یه گروه سخت برای صعود نشه. توی این ویدیو میخوام بگم چرا با بردن بازی‌های بعدی میتونیم راه صعودمون از دور گروهی جام جهانی رو هموار کنیم و در واقع شاید بازی بعدی با عراق اولین راند تاریخ سازی در جام جهانی و صعود از دور گروهی باشه. لطفاً برای حمایت از تیم ورزش تیوب ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید. توی کامنت ها هم بگید به نظرتون بهتره اسکوچیچ بعد قطعی شدن صعود به بازیکن‌های جوان میدون بده یا با تمام قدرت توی همه بازی‌ها ظاهر بشه. در واقع تیم ملی در صورت مسجل کردن صعود خودش به جام جهانی قطر در دیدار با عراق باید در سه دیدار آینده خودش برابر امارات، کره جنوبی و لبنان هم پیروز بشه. سید بندی تیم‌های راه یافته به جام جهانی 2022 قطر در قرعه کشی این مسابقات که اول آپریل 2022 یعنی 12 فروردین 1401 انجام خواهد شد، بر اساس آخرین رنکینگ فیفا پیش از قرعه کشی که روز پنجشنبه 31 مارس 2022 یعنی 11 فروردین 1401 اعلام میشه. تاکنون حضور 13 تیم به این مسابقات قطعی شده که در کنار قطر میزبان تیم‌های ملی آلمان، دانمارک، برزیل، بلژیک، فرانسه، کرواسی، اسپانیا، صربستان، انگلستان، سوئیس، هلند و آرژانتین تیم‌هایی هستند که صعود خودشون رو نهایی کردند. در صورتی که قرعه کشی رقابت‌های جام جهانی امروز برگزار می‌شد، طبق آخرین رنکینگ اعلامی فیفا به تاریخ 23 دسامبر 2021 از میان این تیم‌ها بلژیک، برزیل، فرانسه، انگلیس، آرژانتین و اسپانیا به همراه قطر میزبان در سید یک قرار می‌گرفتند. دانمارک، هلند، آلمان، سوئیس و کرواسی در سید دوم و صربستان هم در سید سوم قرار می گرفت. اما میخوام اینو تاکید کنم که حتی بعد از صعود به جام جهانی هم باید بازی هامون رو ببریم، حتی بازی های دوستانه رو. پیروزی احتمالی تیم ملی ایران در ورزشگاه آزادی مقابل عراق منزله تشریفاتی شدن سه دیدار آینده برابر تیم های امارات، کره و لبنان، اما هر گونه از دست دادن امتیاز توی این بازی ها میتونه به قیمت گزافی برای اسکوچیچ و شاگرداش تموم بشه. همونطور که گفته شد تیم ملی برای کسب جایگاه بهتر در رنکینگ فیفا نیازمند استمرار پیروزی های خودش در این مرحله و صعود از رتبه 21 فیفا به رتبه های کمتر از 20 جهانه تا حداقل حضور خودش در سید سوم قرعه کشی رو حفظ کنه. در حالی که در شرایط کنونی گفته میشه اسکوچیچ میتونه بعد از مسجل شدن صعود به بازیکن های جوان و کم تجربه میدون بده، این اتفاق میتونه منجر به تساوی یا شکست احتمالی برابر رقبای با انگیزه ایران بشه و در نهایت تیم ملی به علت از دست دادن امتیاز از سید سوم به سید چهارم سقوط کنه. با این اوضاع و شرایط نمیشه انتظار داشت که اسکوچیچ تیمش رو توی دیدارهای تشریفاتی دگرگون کنه و امتیازها رو تا اتمام این مرحله و برگزاری قرعه کشی از دست بده. امیدوارم صعود به جام جهانی باعث کاهش انگیزه بازیکنهای تیم ملی نشه و بازیکنهای تیم ملی با تمام قدرت در چهار بازی آینده به مصاف رقیباشون برن و 12 امتیاز از این بازیها به دست بیارن. بازی استقلال و پیکان در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی به خاطر ابتلای اکثر بازیکنهای استقلال لغو شد. سازمان لیگ با صدور اطلاعیه ای از لغو قطعی بازی استقلال و پیکان خبر داد، اما مدعی شد پرونده باشگاه استقلال به کمیته انضباطی میره، چرا که سازمان لیگ معتقده آبی ها پروتکل های بهداشتی رو رعایت نکردن. اطلاعیه سازمان لیگ به شرح زیره: بازگشت به نامه ارسالی از سوی باشگاه و مستندات ارائه شده نتیجه کمیسیون به شرح زیر اعلام می‌گردد. 1. تعداد 17 نفر از بازیکنان و 1 نفر از کادر فنی باشگاه میبایست در قرنطینه بوده و تحت نظر پزشک تحت مراقبت‌های لازم قرار بگیرند. بازگشت نامبردگان به تمرین میبایست طبق آخرین پروتکل بهداشتی وزارت بهداشت برای بیماران مبتلا به کووید بوده و در صورت بی علامتی و ارائه تست منفی PCR و تاییدیه قلب و عروق توسط متخصص قلب اجازه حضور در تمرینات را دارند. مسئول پیگیری این پروسه پزشک معرفی شده از سوی باشگاه آقای دکتر حبیبیه. با توجه به شواهد موجود و بررسی لیست قانونی باشگاه به استحضار میرساند، با استناد به دستورالعمل مصوب برای رقابت‌های فوتبال کشور در شرایط ابتلای بازیکنان و تیم‌ها به کووید، رقابت مورخ 28/10/1400 باشگاه استقلال در مقابل پیکان از سری مسابقات جام حذفی لغو و به تاریخ دیگری موکول می‌گردد.
3. بدیهی از سایر رقابت‌های پیش روی تیم استقلال با هماهنگی ستاد مبارزه با کرونا در فوتبال و بر اساس مستندات و شواهد آتی تصمیم گیری و اعلام می‌گردد. 4. با توجه به شواهد موجود مبنی بر عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط باشگاه استقلال، این پرونده جهت رسیدگی بیشتر به کمیته انضباطی ارسال می‌گردد. از اینکه توی این ویدیو هم همراه من بودید ازتون ممنونم. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم فشار بدید تا بتونم شما رو در جریان اتفاقات و حواشی ورزش ایران و جهان قرار بدم.